سلام به همگی خوش آمدین به یک ویدیو دیگه امیده که جورو سهد من باشین در این ویدیو برای شما چند تا خبر مثبت چند تا خبر خوب درباره بیت کوین دارم خبر درباره سیف مون سیف مارس ایلان گیت ایلان گیت سیف گالاکسی و همچنین درباره چیلیز و در مجموع کلا خبرهای فوق العاده عالی برای شما دارم اگر جدید هستی در کانال یوتیوب نام من مشتبا هسته اگر دوست داری از طریق های دیجیتال پول دیس بیاری ارزهای دیجیتال دوست داری و پول دوست داری تا حالا کانال یوتیوب سابسکرایب نکردی خیلی خوشحال میشم کانال را سابسکرایب کنین زنگوله نوتیفیکیشن بزنین و ویدیو را هم یک لایک بدین برای الگوریتم یوتیوب در مجموع خبرهای خوب برای شما دارم و همچنین حالا کسانی که این ویدیو را در این لحظه میبینین امیدوار است تا هرچه زودتر بیتنین ببینین و به خصوص کسانی که دنبال خریدی سیو مون و سیو مارس و اینا بودین دی ای ویدیو برای خبرهای خیلی خوب دارم دی ویدیو برای خبرهای خیلی خوب دارم در شروع مریم قیمت چند تا ارز دیجیتال معتبر را با هم مرور مونیم بیت کوین همچنان زیاد تغییرات دیدهش نمادن ایتریوم تا جایی خوب باقی مانده بایننس کوین خیلی رشد خوب داشته بایننس کوین پس دوباره دینی به نظر من خیلی نسبت در دیگه ارزهای های دیجیتال میبینه بایننس کوین واقعا رشد خوب داشته حالا دلیلی رشد بایننس کوین هم در ویدیو برای شما توضیح میدیم و همچنین XRP XRP که چند تا خبر درباره XRP باید یک ویدیوی جداگانه برای شما بسازم که واقعا اکسارپی رو باید جدی بگیریم XRP بزودی مشکلات XRP حل خواهد شد و روی صرافی یا لیس خواهد شد و ما و شما باید از این خواب غفلت یا ده خواب غفلت نمانیم خب دوچکوین کوین این دوچ کوین ای نمفهم چی مونه آخرش یعنی آینده نتیجهش چی خواهد شد دقیق نمیدانم ولی یک خبر فکر کنم یک خبر یک خبر مثبت درباره دوچ کوین دارم هم خبر مثبت که نیست ولی خب دوچکوین کوین فقط روی همین هایپ قرار گرفت روی هایپ سوسیال مدیا یعنی صفات مجازی قرار گرفت که اینقدر مشهور شد و هنوزم هم همچنان اینفلوئنسرها آرتیست حالا کسان خیلی زیادی درباره دوچ کوین در صفحات مجازی یوتیوب تویتر ای برابر چیزی می صحبت مانند و هنوزم فکر کنم این که دوچ کوین در حالت باقی مانده تا جایی که من می بینم این که خیلی کسان زیادی که خب کسان زیادی که از خیلی وقت پیش دوچکوین کوین خریده بودن ته همی تقریبا سه چهار روز گذشته بیشتری ها سودشان کشید منظورم دوچکوین فروختن ولی هنوزم که دوچکوین کوین در حالت باقی مانده به خاطر ازی هست که خیلی کسانی زیاد دیگه هم هی در حال در حال خرید دوچ کوین هسته و همچنین کاردانو کاردانا احتمال زیاد احتمال زیاد امروز من برای شما یک ویدیو جداگانه درباره XRP آر کاردانا و همچنین پوکادوت یک ویدیو خواد ساختم دیرتر باز برای شما در کانال یوتیوب آپلود کنم حتما کانال سابسکرایب کنین که وقتی ویدیو رو شما آپلود کردم از ویدیو بی خبر نمونه اگر تا حالا کانال سابسکرایب نکدین بازار زیاد وضعیت خوبی نداره بازار زیاد وضعیت خوبی نداره در مجموع در کل همه چیز تقریبا سرخ است خب حالا ببینیم چی خواهد شد به نظر من به زودی پس دوباره حالا دقیق نموشه گفت که تا چی وقت بازار در حالت خواهد ادامه خواهد داد ولی در حال حاضر بیشتر کسانی که کسانی که مثلا سرمایه گذاری بزرگ انجام میده فکر کنم در حال خرید و یا آماده خرید هستند. اولین خبری که من برای شما دارم سنوب داک سنوب داک که تقریبا همه میشناسین یکی از بزرگترین آرتیست های آمریکا رپر های آمریکا هستند. که در تویتر حتی ای تویتر, تویتر از توییتر از شبکه یوتودی یک از بزرگترین شبکه های خبری ارزهای دیجیتال هست که یعنی هر اتفاق در بازار های دیجیتال بیفته فکر کنم یعنی اگر سریع نباشد در جمع سریع شبکه خبری است که خبر را پخش منه اینا در شبکه خبریشان ای اسنوب یک توییتر یک توییتر نوشته ده توییترش گفته هی تانکس ایلون ماسک فور دی اسپیس چطوری چیکار در تویترش عکس دوچ کوین ده آپلود کرده و همچنین آهنگش هم آهنگ... یعنی موزیک خودش روی از این مانده یعنی مثلا بیشتر یعنی چیزا هست که هنوز هم دوچ کوین یعنی نه همون قیمتش حالا یک مقدار تغییرات میه ولی بازم استوار مانده ایرا در شبکی تویترشان اعلان کده پس یعنی دوچ کوین در حال حاضر توجه خیلی کسان زیاده رو به سمت خود خود جلب کده مثلا گفتم سنوب داک یک رپر خیلی بزرگ آمریکایی هسته و بعدش اینجا آقای ایلون ماسک در در یک توییتر اینج البته توییتر بوده بعد در شبکه خبری هم در شبکه یخ خبری یوتیوب پست شده اه اینجا اه یک شخصی به نام روس, روس گفته دوچکوین کوین از موردن فورد در حال حاضر ارزش دوچکوین کوین بیشتر از کمپنی فورد هست فورد که میشناسین یک کمپنی ماشین سازی هسته و بعد <تصفح> تویتر ایلون ماسک ببینید رفته زیر تویترش ریپلای کده یعنی ریپلای کده چک ایموجی اونجا گذاشته خب یه دیگهش چی بود یعنی ای شخصی به نام یعنی چجوری برای شما بگیم نابغه هچوان بیل میلر یک از بزرگترین تحلیلگر و سرمایه گذار ارزهای دیجیتال هسته او حالا مصاحبهش خیلی طولانی هسته چیزهای مختلف رنج ذیکر کرده که اصل اصلی سرخطش هسته گفتن که بیت کوین در یک حبابه یا فرض مثال در حالتش بر شکستگی اینا نیسته و خب یک چیزهایی رو مثلا ذکر کرده گفته همچین اتفاقای خیلی واضح هست در بیت در بازار بیت کوین رخ بده و بعدش اینی شخص به نام گری رئیس کمیسیون بورس بورس و با اوراق آمریکا رئیس کمیسیون بورس و اوراق آمریکا امر خمی میگه ماره برای 5 سال انتخاب شده این شخص و خبر بعدی هم درباره بیت کوین هستن هم یک شخصی به نام ویلیو ویلیو یک تحلیلگر و سرمایه‌گذاری عرضهای دیجیتال و برش گفت او اینج مصاحبه ازش انجام داده شده یک مصاحبه کردن در شبکه خبری دیلی هولدر پخش کرده گفته استرانگ هاندز باینگ ماسیو بیت کوین دیپ سایز آن چین دسته های بزرگ دسته های بزرگ در حال خرید بیت کوین بیت کوین خیلی زیاد هست در قیمت پایین حال حاضری که بیت کوین قرار داره و اینجا یک دا قسمت بذار اگر امیدوار هستم که بیتنم پیدا کنم نوشته بودن که آره دیگه strong holders buying, uh, buying this deep Red, uh, risk holders. فکر نکنم در اینجا بود مثلا در یک جای دیگه بوده که البته دقیقا همین شخص بود یک شبکه خبری دیگه بود من اینجا فکر کنم ندارم دارم یا ندارم بذار آره این اینج... اینجا هست اینجا هم حالا اینجا کدام شخص شخص واضح پشت سرش نه... نیسته که یکی همچین گپ را زده گفته پلان بی بیت کوین بول مارکت آن تاچ ان این فول سوینگ گفته یعنی بول مارکت بول مارکت همون که بازار وقتی در حالت رشد است هم د فارسی ما دقیق چی میگیم که هنوز هیچ دستکاری نشده هیچ تغییر در هیچ نماده و در حال یعنی در حال آماده شدن یا در حال دور دادن و مو سمت هسته و او اینجی مثلا گفته گفته از نظر شخصی ما یعنی ما فقط در حال آماده شدن همچین همچون صحنه ای هستیم و اینجا هم حتی ذکر کرده بودن که بیت کوین از Looking Strong at ار سی ار به معنای ریسپکتیو استرانگ ایندکس یعنی که در حال uh, فارسیش رو من دقیق نمیدونم اصلا چی میشه یعنی که از قرار از اینج مثلا این توضیح داده که uh, مثلا بیت کوین در سال‌های 2017 و 2013 و 2011 قبل از در... قبل از مثلا در همچین شرایطی بوده یعنی بیشتر کسانی که به یک قیمت امی د فارسیش فکر مامیانش هم میشه کسانی که در یک قیمت خیلی بالا و یا خیلی پایین مثلا بیش از حد یک خرید, خرید یا یک سرمایه گذاری یک دارایی را انجام میدین که فعلا اینجا از روی چارتی که اینجا آورده نشان داده گفته ده همچین حالتی هستیم که دسته های بزرگ در حال خرید خیلی زیادی بیت کوین هستن و آره دیگه چندتا چند تا خبر درباره بیت کوین که گفتم کسانی که بیت کوین دارین نگران نباشین بیت کوین در حال آماده شدن یک تغییرات خوب خواهد بود یا در حال رشد خیلی خوب و اینجا شبکه کوین تلگراف لیست 100 نفری که در سال 2021 تغییرات بزرگ یعنی در بازار ارزهای دیجیتال به وجود آورده و از اکثریت از من نمیشناسم ولی این شخص مایکل سایلور رو میشناسم مایکل سایلور کسی هست که بیشترین بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال داره یعنی بیشترین بیت کوین داره 2.9 بیلیون دلار و ما دیشو در یک دنه ویبنار این با یک شخص به نام بن, بن دان بیتون دان بیتون کی بودک در توییتر بودم و اونا یک تقریبا هفته چند بار کانفرانس دارن مثل وبینار هست ولی مثل کانفرانس هست در درباره بیت کوین آینده بیت کوین اینا صحبت منه ما خود من من خودم هم دیشب همونجا بودم حتی یک تیکشی رو ویدیو گرفتم در در استوری اینستاگرام هم پست کدم اگر اینستاگرام من نداریم بچا حتما اینستاگرام رو فالو کنین بعضی وقتا کدام خبر جدید چی اتفاق رخ بده من در استوری اینستاگرام میمانم نام اینستاگرام دقیق همین نام یوتیوب ماست مشتبه حسینی ها و او میگفت مثلا بیت کوین در هیچ دولت یا هیچ شخصی هیچ کمپانی هیچ چیزی نمیتونه تغییر بده و ای مثلا اتفاق کوچیکی که تازه رخ داده بیشتر موضوعی صحبتشان درباره از بود که خیلی کسانی زیادی بود چندین هزار نفر داخل وبینار گفت ارگز نگران نباشین اینجا لیست خیلی نفرهای زیاد را اینجا آورده که اینا واقعا یک تغییرات را در 2021 در بازار ارزهای دیجیتال آورده و ایرم در شبکه خبری کوین تلگراف پخش کرده و سیو استار گفتم ما اگر تعداد کسانی که سیو استار داره 75000 هزار نفر برسه 0.75 تریلیون سیو استار توکن سیو سوخته خواهد شد یعنی کلا از مجموع ورداشته خواهد شد جالبه و اینج خبر مهم و یعنی خبری اصلی از این ویدیو اینینج هسته بذار حال ما برای شما ای خبر ریلیتید یعنی وابسته به این خبر هست خو خب اینجی شبکه بایننس دیروز در توییترشون اعلان کرده که در حال حاضر فرستادن بی بی یک مشکل داره مشکلی که بیشتر مثلا حجم فرستادنش یعنی معامله خیلی زیاد بوده خیلی زیاد بوده و خب از مخاطبینی از مخاطبین طرفدارانش عذرخواهی کنه و همچنین آره دیگه درباره از این موضوع نوشتن که در حال حاضر کسانی که بی ان بی میخوای بفرسته خیلی ها مشکل هستن به خاطر تباد یا به خاطر حجم خیلی بالا خاطر حجم خیلی بالا و این ای تویتر مال دیروز هست ساعت 3:34 3:34 و, 3 و, 3 و, 3 و پی ام 20 آوریل دیروز و اینی تویترش بزار آلما برای شما یلام ای, ای امروز 21 آپریل ساعت 11 و 18 دقیقی خوب گوش کنین seems like a good time to ask خیلی یک وقت به نظر ما یک وقت خوب هسته که سوال از دیگرا پرسان کنیم گفته what is your favorite Binance Smart Chain uh, پروژه دلخواهتان که ز... یعنی روی بلاکچین سمارت چین هسته چی هسته project right now خب ای دو تا, ای دو تا تویتر با هم وابسته است خب چرا اینجی خب توییترش این که بیشتر یا بی ان بی می‌خواستن بفرستن و مشکل داشتن و بعد اینجی در توییتر از دیگران سوال کرده بیا کامنت ها رو بخون واقعا من یک لحظه نشستم خب قشنگ رفتم همه کامنت ها رو یک یک دانه سعی کنم کامنت ها رو فقط سعی کنین سیو مون سیو مون سیو مون سیو مون،, مون خب شبکه, شبکه خود بایننس هم مفهمه که یعنی حتما یه خرید یک یعنی جای زیاد صورت میگره و از دیگرها سوال کده و این قدر که در این کامنت نوشته شده همه فقط سیبمونه آیا بایننس میتونه اینا را نادیده بگیره؟ غیر ممکن اینا را نادیده بگیره یعنی به نظر من به زودترین وقت سیبمون در بایننس لیس خواهد شد خب بایننس با اینام دیگه دنبال دنبال از این که کسانی که ار ارزی که بیشتر خرید خرید و فروش شونه خب به نفع از هم هست اینام سودشان میگیره میگیرن حالا سیمون یک جایگاه خوبی هم گرفته پس مالکان سیمون آماده یک آماده یک انفجار باشین و بعد بایننس با قرار توکن فان توکن, توکن توکن طرفداران بارسلونا را به زودترین وقت روی صرافیشان لیست کنه و ایره در وبسایتشان هم نوشته و ایره در شبکه خبری چیلیس هم اعلان کردن خبر فوق العاده عالی هستم ببینیم چی درباره باری چی دیروز هم یه خبر خوب برش اعلان کردم و همچنین تعداد کسانی که سیو گلکسی داره در 45 هزار نفر رسیده سیو گلکسی هم کم کم شهرت خوب پیدا میکنه و همچنین ایلان گیت این خبر خیلی خوب برای شما دارم سعی کنین کدام کسی یا البته خب حالا نمفا مچی طریق صورت گرفته ایلانگی در یک تلویزیون تبلاغاتی میگین چی میگین در نیوورک آمریکا اینجا عکس ایلانگی ترن اینجا پخش شده چیز خیلی بزرگ هستم و و مهمتر از او مهمتر از او یاهو فایننس یاهو که همه میشناسین یک از قدیمی ترین و بزرگترین شبکات خبری در دنیا هسته و اینجا گفته گفته Children International Receive Donation of اه, یعنی انجمن جهانی اطفال 325 هزار دلار دریافت کردن از طرف ایلان گیت ایلان گیت, ایلان گیت. A new cryptocurrency community inspired by Elon Musk tweet یک ارز دیجیتالی که از طریق تویتر ایلان ماسک ساخته شده به چی معنا ای که یعنی در شبکه خبری یاهو فایننس نوشته شده به این معنی که ایلانگیت دیگه فکر کنم باقی خواهد ماند، ایلانگیت یعنی همچین کارهایی را که انجام میده یعنی به زودتری من انفجار خواهد کرد واقعا یعنی خیلی مک که زده شدم مثلا تا حالا مثلا نه سیو مون نه مارس نه سیو گالاکسی نه بلا بلا دیگرایش هیچ کدام میشه مثلا هیچ خبری ده هیچ شبکه خبری تا حالا نوشته نشده در بارش حتی کلمه هم نام گرفته نشده ولی ایلان که در حال حاضر قیمتش خیلی پایین هم هسته در شبکه یا فایننس شده شده در برش پس جدی بگیرین و همچنین اه فوکس فایننس فوکس فایننس هم یک وبسایت جدید را اندازی کرده خب خبر خیلی بزرگ نیسته ولی خب تا جایی خبر خوب هسته یک وبسایتشان را یک وبسایت جدید طراحی کنه و همچنین اینیت یک توکنی هسته که من نو پیدا کردم دیشو پیدا کدم حالا برای شما یک مقدار بیشتر توضیح میدیم نامش هست بون فایر بون فایر در حال حاضر فقط 13000 نفر این توکن و این یک مشکل وجود داره ما در حال حاضر نمیخرم فقط برش اطلاع میدیم ولی زیر نظر داریم زیر نظر داریم هیچ آدرسی در کدام شبکه خبری از اینا اینجا وجود نداره و این هم زیر, زیر کوین بایننس هسته زیر بلاکچین بایننس هسته اما دقیق مثل اه مثل سیمون ما ایر والد میتونیم خرید کنیم ولی ببینیم چی میشه ولی من زیر نظر دارم فقط سه روز میشه که در بازار آمده در حال حاضر سیزده هزار نفری را داره دیگه مشخصات خیلی زیاد نیسته یعنی وبسایتش هم اصلا وبسایتی هم وجود نداره ببینیم چی خواهد شد تویترش هم وجود نداره وبسایتش هم وجود نداره ولی من شما رو در جریان میمانیم ولی در حال حاضر آدرسش هست که برای اینکه بیتن خرید کنی این آدرسش بعد تعداد کسانی که سیو موندارن در یک میلیون رسیده یک میلیون و یازده صد هزار نفر میشه یا یک میلیون یازده هزار خب بالاخره هر رقم من یک میلیون دین در یک میلیون نفر رسیده واو یعنی از دیشب تا حالا بیش از دو ست, ست, ست هزار نفر افزایش یافته و بعدش برای شما عزیزان اینال درباره سیمون و سیمارس یک مقدار ریزیش کرده ریزیش خیلی زیاد کرده و دیگه کدام آپدیت جدید آره سیو مارس هم یک مقدار ریزیش کرده و همچنین سیو مارس که تعداد سیو مارس هم تعدادی کسانی که سیو مارس داره خیلی زیاد شده در 279 هزار نفر رسیده و همچنین سیمون هم ریزیش کرده شصت 61 درصد ریزیش کرده حالا بیشتر از این ریزیش خواهد کرد یا نکرد دیگه نمیدونم من دقیق ولی هنان به نظریم نسبت به این که کسانی که تقریبا دو شو پیش یا یک شو پیش دنبال خرید سیمون بود الان وقت بهتر تر هسته. چیزی پیشنهادی نیسته ولی الان وقت خوب هستم من برای همه هم گفتم گفتم صبر کنین وقتی یک چیز رشد خوب داره یک اسلا یک ریزیش هم داره ولی دیگه کدام خبر جدید درباره راه اندازی صرافی امروز نیسته ما پیدا نتنستم کدام خبری نه در شبکی تویترشان نه در وبسایتشان دیگه دوستان عزیزان اینی ویدیوی امروز بود امیدوار که از ویدیو خوشتان آمده باشه بودم ویدیو رو بریم یک لایک بدین تا حالا کانال یوتیوب رو سابسکرایب نکدین کانال رو سابسکرایب کنین زنگوله نوتفکیشن رو آل فعال کنین دیگه هر سوال پیشنهاد انتقادی چیزی دارین در کامنت برای ما بینویسین تا ویدیوی بعد وقتتان خوش خدا نگهدارتان